بله، سلام خدمت همه دوستان. خب بحثی که حالا هستش منابع بحران آب هست. من یه مقدمه ابتدا خدمتتون عرض کنم در مورد حال منابع آبی، حالا چه در جهان و حالا ایران و وضعیت آب در ایران، حالا مختصرم در جهان. خب طبق آمارهایی که هست و همه ما اکثر ما هم میدونیم، نزدیک 70% از سطح کره زمین خب آبه، ولی خب این آب همش قابل استفاده و دسترس نیست. خب مقداریش به صورت یخ هست، مقداریش حجم بسیار زیادیش هم خب آب شور هست که تو اقیانوس ها و دریا هست. از این آب حدود 2.5% آب شیرینه، یعنی شما حساب کنیم 70% کره زمین آبه، ولی 2.5% از این قابل استفاده است، که باز هم از این 2.5% آب شیرینی که قابل استفاده برای بشر هست، 70% حدود 70%ش دوباره یخه، به صورت حالا تو مناطق قطبی و مناطق دیگه، و قسمتی از این آب هم تو عمق‌های زیاده که خب سخته اصلا در آوردنش و اصلا مقرون به صرفه نیست، یا به صورت حالا حدودیش هم حتی همین بحث هایی که میگیم مثل رطوبت و شرجی و همین مسائل، حالا عامیانش اینها که در هوا هستش، یا به صورت در قسمت جو تو اتمسفر یه مقداری هم از آب به صورت بخار در اونجا هست. یعنی باز هم از این 2.5% مقداریش به این شکل است که قابل دسترس نیست. در نهایت میشه گفت میرسیم به شاید کمتر از 2% از این آب قابل برداشت و استفاده است در کل دنیا. حالا توی این میان خود ایران رو مقایسه کنیم، خود کشور ایران خب توی کره زمین توی قسمت میشه گفت نیمه خوش قرار داره، حالا خوش نیمه، حالا خوش میشه گفت نیمه خوش که وضعیت ما هم که همه میدونیم به چه شکلی است وضعیت آب و هوای ما، یعنی اگر شرایط جوی و بارش های سالانه بسیار خوب باشه ما همیشه کم بوده آب داریم دیگه، حالا یعنی چند سال اخیر که این مسائل هم داریم، بارندگی هم کمتر شده. خب ما حالا کره خود ایران با کره زمین مقایسش کنیم، حدود 1% از مساحت کره زمین ایران داره، ولی کمتر از 4% آب کره زمین توی ایران هستش. یعنی ببینید چقدر، حالا شاید میشه گفت که وضعیت بحرانی ما اصلا داریم، در صورتی که حالا این آب مقدارش هدر رفته، کلی از این آب استفاده شده بر نمیگرده جاش، بارن خوش سالی ها روش تاثیر میذاره. این عددی که خدمتتون میگم میشه گفت که بر این اساس حساب میکنن که بارندگی سالانه، بارش های سالانه بر اساس استاندارد، بر اساس اون حداقل ها باشه، اگر سالهای خوش سالی هم داشته باشیم که این عدد خیلی میاد پایین تر. خب به حال قسمتی از عمده آبی که ما توی کشور داریم میشه گفت که از بارندگی ها هستش. حالا توی این میان 5 تا کشور هست، حالا فقط شاید حالا آمار اطلاع دوستان خدمت عرض میکنم، کشور برزیل، روسیه هست، آمریکاست و کانادا و چین. اینها به ترتیب حالا 5 کشوری هستن که بیشترین آب شیرین و منابع آبی در این کشورها قرار داره، حالا به ترتیب و حجم زیادی از آب شیرین در این کشورها هستش. خب این یک وضعیت آب توی هم ایران و میشه در دنیا. حالا توی ایران همون قسمت حجم آب کمی که داریم به چه شکلی است؟ خب آب، خب حجم آب که خدمتتون گفتم ابتدا منبعش که نزولات آسمانی هست که میاد، بعد آب ها حالا تو کجا ذخیره شده یا به چه شکلی هست. آب های ما توی سطح ها هستش که خب دستساز خودمون تالاب ها هستش و رودخونه هامون که حالا به صورت جاری هستن، که حالا بعضی هاشون رودخونه های داخلی هستن و بعضی هاشون رودخونه های میشه گفت بین المللی هستن که با همسایه هامون یا از کشورهای همسایه سرچشمه میگیرن یا از ایران خارج میشن و وارد کشورهای همسایه میشن. توی قسمت تالاب، خب تالاب خودش یک بحث مفصلی هستش، فقط ما به صورت مختصر عنوان میکنم. تالاب خودش یه محیطیه که از نظر ارزش حالا زیست جانوری گیاهی ارزش بسیار بالایی داره، علاوه بر اینکه آب داره. مثلا ببینید سد خب یک بخشی از دستساز انسانه، خب آبی پشت اون ذخیره میشه، حالا برقی ازش تولید میشه به این شکل، ولی تالاب علاوه بر اینکه آب در اون ذخیره شده و از آب اون استفاده میکنیم،
بهترین محل برای حالا بحث هم زیستای جانوری و گیاهکش و برای محیط زیست بسیار سودمند. خب طالب هم انواع مختلف دارن که من وارد اون قضیه نمیشم. به تبع کنوانسیون، حالا مهمترین کنوانسیون هم کنوانسیون رامسر هست که توی قبل از انقلاب در سال 1991 میلادی توی رامسر کنوانسیون تشکیل شد و اومدن از تالاب های بین المللی تو کل دنیای سری تالاب های هستن، بین المللی هستن، دارای اهمیت بودن. تالاب ها را ثبت کردن و اصلا این کنوانسیون به نام کنوانسیون رامسر هست و تالاب ها پس ارزش بسیار بالایی دارن در سطح جهانی، فقط نمیشه بگیم در ایران که برای همین کنوانسیونی حتی براش تشکیل داد. حالا توی همین کنوانسیون رامسر ما توی ایران حدود که نه 26 عنوان تالاب داریم که در این کنوانسیون به عنوان کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده. 26 عنوانه و جمعا 46 تالابه که آخرین چیزی که دارن که کنوانسیون رامسر میگه حدودا خود ایران با این حجم تالاب چیزی نزدیک به میشه گفت که 14 میلیون هکتار حجم تالاب هایی که توی ایران هستش توی این کنوانسیون به ثبت رسیده. حالا این تالاب هایی که به ثبت رسیده من خدمتتون میگم 26 عنوان 46 تالاب مثلا به چه شکل هستن. تالاب هامونه که خودش مثلا تالاب در استان سیستان بلوچستان، یا مثلا تالاب هامون صابری و هیرمن، مثلا دو تا تالاب با هم ولی به یک ثبت رسیدن به این شکل هستن که میگیم 26 عنوان و 46 تالاب. بعضی از مناطق ما سه چهار تا تالاب هم با هم هستن. خب تالاب های هم که تو این هستن، تالاب ها توی اگر توی از نظر حالا میشه گفت جغرافیایی و چیزی که خدا دادی در اختیار ما قرار گرفته، تالاب های ما هستن که از نظر تقسیمات جغرافیایی در شرایط بسیار خوبی هستن بودند. از نظر تقسیمات ببینید ما توی استان سیستان بلوچستان داریم، میایم تو استان هرمزگان تالاب داریم، میریم تو استان فارس تالاب هست، خوزستان، چانبال، بختیاری، اصفهان، کردستان، گلستان، حالا سمت شمال مازندران، میایم گیلان، آذربایجان غربی و شرقی. از اون ور ببینید اگر نگاه کنیم میشه گفت که توی تالاب ها تو کل کشور تقسیم شدن، یعنی میشه گفت که توی یک منطقه هم نیستن که بگیم مثلا مثل دریا میگیم توی جنوب هست، اگر بخوایم حتی از آبش هم استفاده کنیم خیلی سخته برای ما، ولی تالاب ها به صورتی تقسیم شده بودن، کل کشور ها میشه گفت به نوعی پوشش میدادن و میدن. خب از این تالاب ها استفاده بسیار خوبی میشد کرد ولی متاسفانه خب بسیاریشون خشکیدن یا در حال خشک شدنن. میشه گفت یکیش مثلا دریاچه ارومیه که امسال یکم بارندگی راه نزولات آسمانی بهتر بوده، این مقداری الان آب میشه گفت توش جمع شده به حالت اول که بر نگشته، یا مثلا تالاب باتال گاوخونی یا هورالعظیم حالا که مهمترین تالاب هستن. اینها به خاطر حالا میشه گفت که عدم میشه گفت سوء مدیریتی که توی قسمت ما آب داشتیم، حالا چه دیپلماسی آب با کشورهای خارجی و چه حالا بحث مدیریت آب قسمت داخل کشور، متاسفانه خیلی از این تالاب ها داریم از دست میدیم یا حجم آبشون بسیار کم شده و به تبع روی کشاورزی، روی محیط زیست، روی خود اصلا زندگی مردم تاثیر بسیار زیادی گذاشته. تالاب های توی استان فارس چند تاش هستن کلا خشکیدن مشن مثلا پریشان، حالا تالاب نیریز کمجان در استان فارس هستن میشه که خوش شدن. تالاب هایی که مثلا تو هورالعظیم هستن، تو تالاب هورالعظیم، مجموعه هورالعظیم که توی خوزستان هستن، خب اینها یک مقداری دستخوش بحث های حقابه شدن، آلودگی شدن، تغییراتی که شرکت نفت متاسفانه اونجا روشون انجام داده بابت حفاری ها، خشکوندنشون که بتونه تحصیلاتش راحت ببره. خب ما میدونیم که آب میشه توی خب ما الان توی دریا هم تو ایران هم کل دنیا تو دریا با اون مشکلات دارن حفاری میکنن استخراج نفت و گاز، در صورتی که تالاب هم میشد این کارو بکنیم به راحتی، عمقی نداره، نهادش 3-4 متر عمق تالاب اون هستش، ولی برای اینکه باز هم راحت تر باشن اومدن تالابا خشکوندن، جاده های فرعی زدن که به راحتی بتونن تاسیساتشون رو رد کنن، یا اومدن تالابا منحرف کردن با توجه به بندهایی که زدن، خب تغییر دادن مسیر آبش، انبار شدن آب میشه گفت که حالا
قسمت بعضی جا حوزه های آبریزش حتی تغییر پیدا کرده، این تالاب هم خوش شدن. این هایی که خدمت میگم عمد این تالاب های هستن که خب تالاب های بسیار بزرگی بودن و در معرض خطر هستن. تالاب گاوکونی هم که در اصفهان، حالا چند تا تالاب پایین دستش، این ها هم که خب وضعیت زاینده رود معلوم هستش دیگه، خیلی روشنه. این هم تقریبا میشه گفت که خوش شده و گل و لای شده و رطوبت دارن این تالاب ها عملا. این اصلا آبی در خیلی از این تالاب ها وجود نداره. بحث دیگه ای که هست توی قسمت آب، ما رودخونه ها رو داریم تو ایران. توی ایران حدود 85 تا رودخونه حالا مهم داریم که این رودخونه ها قسمت نمودن. یک سریشون رودخونه های میشه با بین المللی، یک سریشون رودخونه های داخلی خود ایران هستن که حوزه آبریزهای مختلفی دارن. مثلا یک سری رودخونه های ما در شمال هستن، مثل رود ارس، حدود 950 کیلومتر طول این رودخونه هستش، بیشتر سمت دشت مورن و شمال غرب ایران هستش. حالا رودخونه هامون هم میشه گفت تقریبا به همین شکل تالاب هامون تو اکثر مناطق تقسیم شده از نظر جغرافیایی و میشد با مدیریت خوب بهترین برداشت ازشون کرد، هم از آب به صورت بهینه استفاده کرد، هم از رودخونه ها و هم بحث زیست محیطی را نگه داشت. ولی متاسفانه این تو اون قسمت هم این کارها انجام نشده. دوباره تو هم قسمت حال آبریز حوزه شمال سپید رودا داریم، حدود 700 کیلومتر خب میاد قسمتیش وارد دشت های گیلان و خود سپید رود و قسمتی هم از کوهای کوهستان کردستان در از سرچشمه میگیره و خب از اونجا سرچشمه میگیره و میاد تا سمت شمال. تو قسمت حالا میشه گفت گیلان یا مثلا سپید خود سپید رود بیشترین حجم پرورش ماهی هم تو منطقه شمال ما داریم. از اون طرف حالا میایم دوباره تو این همین حوزه رودخونه حراز هستش، خب طولش خیلی کمتر از اون رودخونه ها هستش. به همین شکل چند تا رودخونه دیگه داریم مثل تجهن، گرگان، اترک، اینها تو حوزه و حالا خود رود نکا به میاد تا سد نکا و این قسمت، اینها توی حوزه های عمده رودخونه هستن که تو حوزه آبریز شمال هستن. قسمت حوزه آبریز حالا جنوبمون سمت خلیج فارس که بیشتر اینها از حالا کوههای زاگرس سرچشمه میگیرن و میان و میشه گفت که منتهی میشن در نهایت به سمت خلیج فارس و دریای عمان. خب یکی از شاید مهمترین هاش کارونه، نزدیک به 850 تا 900 کیلومتر طول این رودخونه هستش. حالا قبلا حتی این یکی از رودخونه های بزرگ ما بوده که قابل کشتیرانی بوده در حالا منطقه خوزستان که حالا متاسفانه نکنم دیگه الان قابلیت داشته باشه. خب خب این هم با توجه به سدهای زیادی که روش انجام شده اجرا شده و این رودخونه تقریبا میشه گفت که بسیار کم آب شده، خب این میشه گفت سوی مدیریت هست، وگرنه هنوز توی سرچشمه های این رود کارون آنچنان خوشسالی وجود نداره و میتونیم بگیم که بارش ها هست. حالا اگر حتی خوشسالی و کم آبی هست توی کشور، حوزه توی قسمت سرچشمه های کارون به اون شکل نیست. این خوش شدن کارون، کم آب شدن کارون میشه گفت که سوی مدیریت تو قسمت منابع آبی هست. خب زاینده روده که حال یکی از حالا میشه گفت انشابات خود کارون هست، اونم نزدیک حدود 400 کیلومتر طولشه، خب میاد در انتهاش در باتلاق گاوخونه. خب اینم یک رودخونه بسیار مهمی هستش به خاطر اینکه تقریبا حالا نمیشه دست از ولی تقریبا رودخونه مرکزی کشور هستش. خب این رودخونه هم درگیر چالش های زیادی هست، آبش مثلا تا یه از انتقالش میدن برای آشامیدن ازش که عنوان وقت صنعت استفاده میکنن، آب مصرفی خود اسمان هست، کشاورزی هست. رودخونه بسیار مهمی است که روی این هم مدیریتی درستی انجام نشده و امروزه خب باعث خوش شدن هم تالاب واکونی شده و هم خود رودخونه زندرود در قسمت اصفهان. میشه گفت این رودخونه تا نزدیکی های اصفهان یعنی تا ذوب‌آهن اصفهان آب هست و از اون بعد خشکی. حالا امسال عید چند روزی هست که رودخونه را باز کردن، اونم به خاطر حالا مقدار بارشی که در بالا دست بوده و حالا چون میشه گفت تعطیلات عید هست. ببینید همین یکی از بحث هایی که هستش که روی آب نمیتونن مدیریت کنن الان به خاطر اینکه بحث توریستی هست
تا مقداری آب وارد سد شده، از این بر آب باز کردم. خب این آب الان به درد حتی کشاورزم نمیخورد، چون بحث بارندگی هست و آب میشه گفت که توی رودخونه خوش شاید هدر بره. دوباره مجبورن در 15 روز آینده این آب ببندن. و خود سد زاینده رود هم طبق گزارش داده وزارت نیرو امسال با این وضع بارندگی که تازه خوب بوده رسیده به کمتر از، یعنی یک چهارمش، کمتر از یک چهارم سد پر هستش و نسبت به سال قبل هم 11% کاهش داشته از نظر پر شدن. این هم وضعیت یکی از رودخونه های مهمه. خب یک سری هم رودخونه های مثل یک سری هم رودخونه ها داریم که حالا توی مرکز حالا کشور هستن. قسمت حالا میشه گفت که آبریز مرکزی فارس، استان فارس هستن. حتی گفتم مثل نیریزه، محلوی پریشانی که اینها در انتها هم وارد تالاب های مربوطه می شدن که بعضی هاشون متاسفانه تو این چند سال خوش شدن. این هم مهمترین رودخونه هامون حوزه های آبریزمونه. و یکی از مهمترین حوزه ها در انتها می رسیم به سیستان، خود آبریز سیستان که خب قسمتی از این رودخونه ها توی خاک افغانستان هستش و قسمتی از این هم میاد داخل ایران. خب این هم مدیریت میشه گفت دیپلماسی آب و بحث های سیاسی تو این چند سال ضعیف بوده و حقابه هیرمند افغانستان آزاد نمیکنه. و بزرگترین مشکلی که الان داریم خوش شدن قسم، حالا میشه گفت حوزه آبریز سیستان بوده که باعث تالاب ها همه خوش شدن. و بارندگی هم که چند وقت پیش تقریبا اشتباه نکنم توی اوایل اسفند، ششم هفتم اسفند، باعث سیل های زیادی شد که چندین هزار روستا درگیر سیل شدن. یکی از دلایلش همین خشک شدن بود که خب بارندگی زد و زمینی که خشک باشه سریع سیل بلند میشه. از اون طرف افغانستان در همین حین اومد به خاطر اینکه صد بای صد همه نبینم اومد به اسم حقابه آب باز کرد. مقداری هم آب خب حالا به عنوان حقابه بود ولی در اصل برای حفاظت سدها و بندهای خودش بود. آب باز کرد به سمت ایران و اون هم باعث تشدید سیل شد در این مناطق. این هم وضعیت حوزه آبریز توی سیستان هست که میشه گفت اصلا حال خوبی نداره. خب یک مقداری هم در خود رودخونه، بحث رودخونه آبریز های سیستان، رودخانه های بلندی بزرگی دارن، از هم از نظر دبی آب هم از نظر مسافت. مطمئن از کوههای هندوستان افغانستان سرچشمه میگیره و تا انتهاش میاد داخل خاک ایران. خب میشه گفت که رودخانه خود رودخانه هیرمند هست و هریرود که بالا نزدیک به 1000 کیلومتر طول این رودخانه هست که وارد ایران میشن. از اون طرف ما این میشه گفت که قسمت رودخونه های بین المللی مون هستن. و یکی رود مهم دیگه که داریم تو قسمت بین المللی رود ارس هست که این هم از کشور ترکیه سرچشمه میگیره. این هم بیش از 1000 کیلومتر طولش هستش و میاد قسمتیش هم حتی مشترک میشه با مرز ارمنستان و آذربایجان، یعنی از چند کشور میتونه ازش استفاده کنن. و رودخونه ارس در انتها توی سد ارس بهره برداریش بین ایران و آذربایجان به صورت مساوی بوده که رودخونه مرزی هست به سمت مساوی است. ولی این چند ساله ترکیه اومده سدهای بزرگی داره احداث میکنه که میشه گفت یکی از بزرگترین سدها هست، داره احداث میکنه روی این رودخونه که متاسفانه اون هم الان تحت تاثیر قرار داده و در آینده شاید شرایط بدتر هم بشه با توجه بارندگی های هم که هستش. و اون هم شاید میشه گفت که مشابه رود قسمت آبریز حوزه سیستان بشه. امیدواریم که اتفاق نیفته. و از نظر اقلیمی هم که ما گفتیم کشورمون توی وضعیت اقلیمی حالا نمیتونیم بگیم همیشه گفت خشکه. درسته ما مناطق کوهستانی داریم، بارش های در مناطق کوهستانی بارش های زیادی داریم، ولی عمده کشور ما به خاطر وسعتش توی مناطق از نظر آب و هوایی توی میشه با مناطق خشک و نیمه خشک هستیم. و اصولا توی این مناطق بارش ها و نزولات جوی اصلا خودشون کم هستن به خاطر آب و هوا. اگر شرایط ما خیلی ایدئال باشه میانگین متوسطمون در سال 250 میلیمتره
به صورت باران هست که خیلی وقتها به خاطر حالا وضعیت کل آب و هوای دنیایی که هست این اتفاق هم نمیفته و خیلی جاها ما بارش حالا نزولات جوی باران و حالا آبی میشه گفت که داریم 252 میلیمتر دقیقه شو بخوایم حساب بگیم این هم خیلی وقتها نداریم مثل امسال. خب از حالا بحثایی که هست که متن گفتم مدیریت آب در ایران بسیار حالا بحرانی شده خب و خود آب هم مسائل بحرانی پیدا کرده. به مسائلی که از ما توی ایران یکی خب اصلا یک دفعه جمعیتمون بسیار رشد کرده، دولتی چند برنامه‌ریزی برای این کار نکرده بوده، دولت مثلا امکان میداده جمعیت نمیدونم 30 میلیون نفر اول انقلاب به فرض تا 40 سال آینده بشه به فرض 60 میلیون یه دفعه شده 5 میلیون. خب هیچ برنامه‌ریزی برای این قسمت نکرده، این یک مسئله. از اون بر کشاورزیمون ناکار آمده، به صورت هنوز سنتی هست با حجم آب و مصرف بالا و برداشت کم توی هکتار. خود اینها ضعف مدی. از اون بر ما میاییم میخواهیم به خودکفایی برسیم، آب و هدر میدیم خیلی جهام که اصلا بحث خب میتونیم بریم برنج وارد کنیم ولی میاییم تو قسمت مناطق اصفهان که حتی آب خوردن گیر نمیاد میاییم برنج میکاریم. خیلی از این مناطق به این شکل هستش. خب این هم کشاورزیمون هست به صورت آبنای. اینها باعث شده عمده بحثایی هست که خب دولت هم بحثای منابع آب وزارت نیرو که حالا در این زمین هست وزارت نیرو مجموعهش کشاورزی نتونسته روی اینها و قسمتش هم محیط زیست نتونستن روی اینها مدیریت کنن و مشکلات و بحران آب توی ایران به وجود آوردن. پس یا مدیریت میکردن با توجه به پراکندگی رودخونه های ما، تالاب های ما، حالا سطح هایی که احداث شده، سطح هایی که درست احداث شده، اون هایی که درست احداث نشده رو کاری نداریم، اون هایی که درست احداث شده بود با این سطح ها و با این تالاب و رودخونه ها ما نباید امروز هیچ گونه مشکل آب داشته باشیم، حتی در سالی که بارندگیمون کم باشد استانداردمون. خب میدونستیم هم ما همه میدونیم که خب ما وضعیت بارندگیمون اینه، میگیم 250 میلیمتر در سال، پس باید برنامه ریزی میکردیم روش. نمیتونیم بگیم که نه امسال اگر بارون نیاد سال دیگه میاد جبران میشه، نه سال دیگه اگر درست هم بارون بیاد هم 250 میلیمتر میاد. پس بنابراین از ابتدا میدونستیم و باید روش برنامه ریزی میکردیم. جمعیت هم که خدمتتون گفتم خب میدونستن که خب جمعیت قرار 40 سال دیگه بشه 60 میلیون بفرض، ولی وقتی دیدن که در عرض 30 سال داره میشه 60 میلیون پم باید میدونستن که جمعیت داره میره بالا. اینها چیزی بود که میتونست دولت پیش بینی کنه ولی متاسفانه براش شاید درجه اهمیت خارج بوده و اهمیتی نداده مثل بقیه خیلی از مسائلی که هست. توی قسمت ها یک مسئله دیگه هم که الان هستش خود به بحث حالا اونا برنگره مدیریت آب که چاهای آبیه که غیر مجاز احداث شده، هم مجاز هم غیر مجازش به خصوص بعد از انقلاب. ما الان چیزی که آماری که اعلام میکنن حدود 1 میلیون چاه در ایران داریم، چاهای عمیق. خب از این چاهای عمیق حدود 40% غیر مجاز هستن، یعنی هیچ مجوزی ندارن. از این حالا 1 میلیون که حدود مثلا 600 هزار تا چاه رو بگیریم که مجاز، این چاهای مجاز هم اونهایی هم که بعد از انقلاب خیلی هاشون صادر شده مجوزهاشون اشتباه بوده. درسته چاه مجوز داره ولی باز هم مجوز چاه اشتباه به طریق حالا روابط مسائل سیاسی اقتصادی ولی هر چیز دیگه مجوز داده شده. و بعد از اون هم بعضی از چاه ها به خاطر یه قانونی مصوب کرد دولت، چاهایی که خب مجوز نداشتن بعضی هاشون بودن بررسی کردن، هیئت های 3 نفره 5 نفره تشکیل دادن از ارگان های مختلف، حوزه هایی که آبریزشون خوب بود در اون سال حدود 80، یعنی حوزه های آبریز ببخشید حدود سال 89 بعضی از مناطق حوزه های آبریزشون خوب بود پر آب بودن، اونها اومدن چاهای و کشاورزی حالا تشکیل شده بود و مردم بالاخره این ناشون ماهاش میکردن ازش، اومدن اون چاه ها را چاهایی که بدون مجوز بودن و مجوز دادن. پس ببینید میگم اون 60% چاه هم خیلی هاشون دوباره اشتباه بوده مجوزشون یا بدون مجوز بودن بعدا مجوز دار شدن. خب این تعداد چاه ها باعث شده که آبهای زیرزمینی و حجم زیاد از آبهای تالاب ها کشیده بشه، مصرف بشه و از بین بره. بحث دیگه هم که هستش تو ایران مدیریت آب که انجام نمیشه، آبهای سطحی هست که هدر میره.
مثل همین امسال که بارندگی شد در سیستان، آب اومد و وارد دریای عمان شد، از بین رفت، نتونستن کنترلش کنن، آب ازش استفاده بکنن. یا آبهایی که به عنوان سیستم فاضلاب استفاده میشه، حالا فاضلاب های صنعتی خطرناک نه، ولی بقیه فاضلاب و اون آبها رو ما نمیتونیم تصفیه کنیم به اون شکل و برگردونیم داخل چرخه و اون آبها رو هم هدر میدیم. به هر حال اون آب از آب شیرین کشور هستش، اینها هم هدر میدیم. از اون برم خب یک سری سد زدیم، سدهایی که خدمتتون گفتم ما اوایل انقلاب دولت حالا تغییر حکومت که شده 19 سد داشته، بعد از اون الان سدها به مرز 200 صد رسیدن. یعنی از افتخارات این دولت اینه که ما نمیدونم که 20 صد تحویل گرفتیم و مثلا در این مدت 180 صد اضافه کردیم. و بزرگترین شاد امون میشه گفت خیانت و مشکلی که بوده در قسمت حوزه آب همین احداث سدهای بی رویه بوده و بدون حساب کتاب. حالا چند مورد مثل سد گوتوند و بقیه سدها که دیگه اصلا فاجعه شدن. الان هم بحث سد بختیاری هستش که درست دوستانه لرستان هست که چند سال بود پروژه خوابیده بود، بس خاطر مسائل مالی الان صحبت هایی که باز شده که قراره دوباره قراردادی با چینی ها امضا بشه، لاشون هم شده و بذارن در اختیار اونا که بتونن پروژه رو تمام کنن. اون یکی از بزرگترین سدهای ایران خواهد شد از نظر ارتفاعی، که خب اون هم روی حوزه های خیلی از مناطق مثل کارون و بقیه رودها قسمت حالا دوباره خوزستان تاثیر زیادی خواهد گذاشت و شاید اصلا نیازی هم به احداث اون نیست. چون ببینید تو این چند سال اگر نیاز به احداثش بود، تا الان احساس میشد که اونجا نیاز هست که چنین سدی احداث بشه. این هم توی قسمت حالا مدیریت آب که به این شکل هستش. خب این هم یک سری ضرر و زیان هایی میزنه به همون که و الان هم زده، که من حالا این تا اینجا به مسائل آبی بود. حالا از اون طرف خود دولت یک سری قوانین به صورت هم بین المللی هم داخلی برای آب و مدیریت آب داره، نه اینکه نیست، هیچ قانونی نباشه، قوانین بسیار زیادی هست. خب حالا اول که مخدمتون بگم، آبم سال 47 27 تیر 47 اومدن آب هم در ایران ملی شده، یعنی استفادهش بهره برداریش و اومدن مثل نفت و مثل شاید مثل پرورش ماهی ما نفت و خیلی چیزهای ما به صورت ملیش کردن که قانون منتر شده که در اختیار عموم باشه. خب یه قانون همین بحث ملی شدن آبمونه، خودش یه قانونی هست بالای 60 ماده داره در اون سال تصویب شده. بعد از خب اون هم کنوانسیون های مختلف، مثلا کنوانسیون رامسر که بحث تالاب ها رو داره. بعد از اون خود قانون اساسی اگر مقایسه کنیم، اصل 50 قانون اساسی که بحث محیط زیستی داره، که محیط زیست عنوان میکنه به صراحت که مال نسل امروز نیست و نسل های بعدی هم باید از اون استفاده کنن و باید این نسل ها در اختیار ما قرار بگیره و ما نباید به صدمه بزنیم و همون انتقال بدیم نسل بعدی که چنین اتفاقی تا الان نیفتاده. از اون بر خب قانون علاوه بر کنوانسیون رامسر، قانون خود حفظ احیای تالاب ها هستش مثلا سال 94، حالا من خلاصش هم میگم، خود قانون حفاظت به بهسازی محیط زیست هست، خب مسببه سال 53 بعد اصلاحی خورده در سال 71 یه سری انتابش اضافه یا کم شده. پس حالا بعد از اون بر اومدن دوباره برنامه، حالا بحث چیزی که منشور حقوق شهروندی هست که حالا ماده 112ش هست که مربوط به حفاظت از محیط زیسته، و از اون بر ماده 113 همین قانون هستش. ببینید چند تا ماده، چند تا قانون هست که اینها هم به صورت بین المللی هست هم داخلی، که بحث محیط زیست و بحث آب اکثر این موارد وقتی واردشون میشیم تو جزئیات، آب چون تالاب مد نظر داره به طب آب یا خیلیش مربوط به آب هست، برداشت آب حتی مجوز نحوه به صراحت و به ریز که چطوری حتی مجوز یک چاه داده بشه از کارشناس های مختلف استفاده بشه و همه اینها تو این قوانین بریز اومده که میگم هر کدوم از اینا خودش چندین جلسه میطلبه که بحث بشه، ولی به صورت خلاصه نتونه. پس این قوانین هست نه اینکه نباشه. مثلا قوانین میگه یک چاهی بخواید دیر احداث کنید باید حتما یک کمیته 3 نفره باشه، یک نفر از وزارت نیرو، یک نفر از جهاد کشاورزی و یک نفر محلی حتما باید باشه که
برم بررسی کنن که آیا یک مجوز یک حفره چاه داده بشه مثلا برای کشاورزی یا برای حالا استفاده آشامیدنی یا هر چیز دیگه، یا بعضی مناطق اگر حوزه های آبریز مشترک دارن باید از دو تا سه تا استان همزمان دعوت بشه که مثلا یک مجوز چاه بدن یا ندن، یا برداشت آب بدن یا ندن. در صورتی که الان به این شکل نیست، براتون میگم نزدیک چندین هزار چاه ما الان داریم که اصلا مجوز ندارن و دارن کار میکنن. پس با اینکه قوانین بوده و هست ولی خب رعایت نکردن و نمیکنن هم. خب این بحث های خود عدم مدیریت در آب بزرگترین موزلی که الان درست کردن الان داره، حالا خشکسالی فرونشست زمینه که اون هم دیگه خودش بحث های چینا میتره فرمان بسید خلاصه باشه براتون میگم. اینجا تا اینجا خلاصه ای بود حالا در مورد وضع آب و اصلا وضعیت آب در ایران و جهان و دلایلی که حالا ما داریم به صورت خلاصه باشه. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.